بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین به نام آن که هستی نام از او یافت فلک جنبش زمین آرام از او یافت سلام از کنم خدمت یک و یک شما بینندگان و سروران گرامی همراهان خوب و نازنین برنامه به وقت بیداری در خدمت شما از هستیم بر رسم سشنبه ها با برنامه احکام و در محضر سرور معززمان هستیم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رسولی از طرف خودم و به از شما خوبان سلام عرض میکنم خدمت استاد سلام علیکم استاد خیلی خوش آمد علیکم السلام و رحمت الله سلامت باشید رود خداوند بر شما بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلات و سلام على رسول الله و على آله آل الله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بینندگان عزیز و دنبال کنندگان گرامی در هر جایی که هستین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته موفق و پیروز شادکام باشید و ما را از فراموش نکنید و امیدوار هستم که مباحث ما مورد استفاده همه شما سروران رجمن قرار بگیرد در خدمت هست خوب است الحمدلله تشکر میکنم مهربانی که تشریف و سوالات بینندگان عزیز ما که چیم داره دیگه بعضی از عزیزان شد یک هفته پیش سوالات چون رایی کردن بله. خب نوبت نرسیده بود خب میریم به سراغ سوالاتی که امشب از محضر شما پرسان میکنیم که مهربانی کردن عزیزان ما رایی کردن مصبت 93 78 38 44 4 نمبر آخر بیننده محترم ما سوال کردن که شخصی به صورت فردی نماز میخونه، مثلا نماز عصر. در بین نماز به نافله نماز اصر عدول میکنه آیا این کار جایز است یا یعنی؟ نه خدمت تنرز کنم که این بحث در بحث عدول از نمازه حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله تعالی و بسیار از مراجع ازام میفرمایند که عدول کردن یعنی من مشغول خواندن یک نماز هستم و از اون نماز رها میکنم به تعبیر عدول میکنم نیتش برمیگردونم کار خاصی دیگه نیست که تبدیل در یک نماز دیگه بله به یک نماز تبدیلش میکنم می که ادول کردن از نماز واجب نماز مستحب مشروع نیست یعنی مشروعیت نداره که اگر کسی آه. کار را انجام بده هم نماز اول باطل شده و هم نماز دوم هم که به او رجوع کرده و عدول کرده او هم چی میشه باطل میشه و از طرف باز مراجعه کردن و عدول کردن از نماز مستحبی به نماز واجب باز مشروعیت نداره مه. البته در ای که انسان از نماز واجب به نماز مستحب رجوع کنه یکی دو تا استثناء هست از جمله استثنایی است که ما مشغول خواندن نماز ظهر یا مشغول خواندن نماز مغرب یا هر نمازی هستم و می بینم جماعت در حال برگزار شدنه که اگر قرار باشه من به با این نماز خواندن خودم ادامه بدم ممکنه به جماعت نرسم یا ممکنه به اول جماعت نرسم لذا در این فرض که من مثلا مشغول خواندن نماز راستم نماز که چهار رکعتی است دیگه نماز عدول میدم به نماز نافله و دو رکتش میخونم سری سلام نماز میگم و ملحق میکنم خود به نماز جماعت خیلی از نماز واجب به نماز واجب عدول میشه بله در نماز واجب هم با شرایط خاصی مثلا بنده مشغول خواندن نماز عصر هستم یک دفعه در وسط نماز یاد میگه که نماز ظهر را نخند. و وقت هم میتونه وسعت داره یعنی چی وقت وسعت داره یعنی تایم اینطور نباشه که فقط و فقط برای خواندن نماز عصر وقت باشه چهار دقیقه پنج دقیقه به غروب آفتاب مانده و من مشغول خواندن نماز عصر هستم اینجام حتی اگر من یادم بیایه که نماز چیز نخوندیم نماز زور نخوندیم ادول کرده نمیتونم. چرا؟ چون این وقت وقت خاصی نماز, نماز عصر است ولی نه در وسعت وقت مثلا دو ساعت سه ساعت مانده به غروب آفتاب من مشغول خواندن نماز عصر استم. یک دفعه یاد میاد که نماز ظهر را نخواندم اینجا لازم است که انسان عدول کنه اول نماز ظهر را بخونه و او را با نماز ظهر تمام کنه بعد نماز عصر خودشه ادامه بده بعدا مثبت 93 78 چه نمبر آخر 92 98 بیننده عزیز ما سوال کردن شخصی میخواسته به نماز جمعه شرکت کنه ولی نتوانسته خودش به خطبه ها برسانه و در انتهای خود برسه و بعد از خود برسیده آیا میتونه که فقط نماز جمعه را با جمع بله میفرماند که گوش دادن به خطبه ها واجب است این انسان باید به خطبه ها چی بتر؟ گوش بده این صحبت نکنه در وقت خطبه خواندن اما ای که شخص نتونسته به هر علتی به خطبه برسه ای به اقتدا کردن به نماز جمعه ضرر نمیرزنه یعنی ولو به خطبه ها نرسیده ولو زمان رسیده که مثلا الصلاه و الصلاه و الصلاه یا مثلا نماز شروع, نماز شروع, شروع شد در اونجا میتونم به نماز جماعت که به صورت اینجا نماز جمعه است اقتدا کنم و نمازش هم چی صحیح است صحیح این شخصی که <تصفح> با خطبه نرسیده یا نماز ظهر هم نه 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 یعنی این شخصی که حتی کسی که هم نرسیده خطبه گوش نداده ایج مقداری از خطبه هم گوش نداده وقتی رسیده که نماز جمعه در حال <تصفح> اقامه شدن و برپا داشته شدن نیت میکنه نماز جمعه را میخونه اگر شرایط خاص دیگه لحاظ شده باشه دیگه نماز ظهر لازم نداره بسیار عالی و اما مثبت 93 78 52 32 بیننده عزیز ما سوال کردن در منطقه ما مرسوم است که در فصل زمستان برای امورات مسجد مجاور یا مسجد یا به اسلام خادم مسجد میگیرن برای امکارهای مسجد و به اون خب ماشم تعیین میکنن سوال اینجاست که میتونیم ما زکات یا فطر زکات فطره خودمانو به جای ماشی که به بخوا... مسجدی خودم خود میتن به اون عنوان بتیم بشه این مثل است که من بیام برای شما کار کنم مثلا روز 500 یا 400 افغانی و شما به جای از اینکه این معاش رو بتین پولی که من با شما قرارداد کردم شما به بی خمس بیتی یا زکات به <applause> من <applause> یا زکات فطره به من بتین نخیر مم. در اینجا ما حق نداریم که به او شخص با عنوان معاشش چی زکات بدیم یا زکات فطره بدیم یا اگر سادات باشه ما مثلا سهم سادات برش چی بگیریم در نظر بگیریم البته یک نکته هست در این حالی که ما یعنی ما مردم که در همون مسجد شریک هستیم و پلوان شریک هستیم در همون مسجد استفاده میکنیم معاش از این بند خدا رو دادیم دیگه او را خب شما در جریان هستین که سر خانه است حوالی میکنه مثلا بله. سر خانه این پول یا گندم یا هر چیز دیگه ما معاش های خدا رو دادیم اما در این حال با گرفتن از این معاش ها حالا بدبخت بود گرفتار بود فقیر بود قرضدار بود بازم همچنان فقیر ماند اینجا میشه به این زکات فطره یا او زکات دیگر پرداخت که که اگرم سادات باشه سهم سادات هم میشه به این داد ولی بین از و بین از اون مسئله تفاوت خیلی زیاده پس ما زکات فطره و خمسه به عنوان معاش داده نمیتونیم ولی اگر زمان معاش هم دادیم و باز دوباره بند خدا همچنان فقیرمان میشه با او زکات یا زکات داد. فطره داد یادش بخیر من با یکی از مجریه برنامه شبکه برنامه دیگه است آقای ناصری فکر میکنم با شما برنامه داشتن یک سر همین مطالب بود که گفتم خب او به او داره کمک میکنه بعدشان گفت که نه او داره به خود کمک میکنه او زکات که او واجب شده اگر اگر واجب شده باید بده ما شده در خود میتره دیگه مثبت مصبت 93 77 20 25 بیننده عزیز ما سوال کردن مقدار اده در ازدواج موقت چقدر است؟ و ای که دیگری که عقد عقدهای موقت مثلا با زمان بسیار بالا 90 ساله 50 ساله اجرا میکنن در زمان خواندن خود به آیا این کار درست است اول سا... که دوم سال جواب بدیم بله. حضرت آیت الله العظمه سیستانی حفظه الله تعالی و بسیار از فقهای عظیم و شیعه می که مقدار یعنی تعهدی که میکنن در ازدواج موقت مقدارش از عمر طبیعی انسان نباید بیشتر باشه مثلا تقریبا الان عمر طبیعی انسان 70 هفتاد سال 75 یا 60 سال بیشتر نیست دیگه مثلا بسته کردن عقد ازدواج موقت 90 ساله مفهومی نداره و این باطله. ساله باطل باطل این مفهومی نداره این باطل ای کار ام. و اتفاقا انگیزی از این کار میدونید جناب حسین بزرگوار و, و بینندگان عزیز ما چی می بوده باشه ام. در قدیم ولا یاد برق این کارا را میکردن به خاطری که چون ازدواج دائم یک سری شرایط و حقوقی را به دنبال داره که از جمله مثلا ارث بردن حق همخوابگی نمیفهم دادن نفقه و این چیزا لذا به خاطر دور زدن از اونها زناشویی بوده زناشویی تقریبا همو حالت دائم بوده ولی نامش میکردن عوض میکردن و به عنوان مثلا 90 ساله آه. و 80 ساله مم. حضرت آیت الله لازم است سیستان اگر از عمر یعنی عمر معمولی یک انسان زیادتر باشه باطل است و اما جواب اول قسمت اولش همون رقم که ما بارها اشاره کردیم سوال میشه از ما مخصوصا در فضای مجازی و جاهای دیگر نسبت به اینکه آیا ازدواج موقت عدت داره یا نداره با کرات بارها با صدای بلند ما فریاد کردیم که بابا ازدواج موقت مثل ازدواج دائم است و عده دارد پس این رقمی نیست که برخی تصور کنند که هر سباهی میشود با یک نفری چی کرد؟ ازدواج, ازدواج موقت دیگه با یک کسی دیگری طوری نیست در ازدواج موقت که اگر عمل زناشویی انجام شده باشد به با همون وضعیت خاصی که در جریان هستیم اگر خانم حامله نشده باشه یعنی حامله نشده باشه اتفاق خاصی هم نیفتاده باشه و میخواین از هم دیگر جدا شن معمولا و خانم در عادت ماهوار معمولیه یعنی هر ماه سر هر ماه چی بانه. میشه عادت میشه در اینجا میفرمایید که باید دو تا حیز کامل دو تا حیز را ادنه یعنی حیز اول که اتفاق بیفته. بعد از حیز دوم به محضی که اتفاق افتاد این خانم از عده خارج شده. میشه میتونه حالا بعدا با یک کسی دیگه ازدواج کنه ولی اگر خانم در اثر ازدواج موقت حامله شد که می اتفاق میفته خیلی در جامعه هست ممکنه دیگه در اینجا اگر خانم حامله بود و ایرا طلاقش دادن طلاقش اون که ادیش وضع حمل و محضی که وضع حمل کنه عده از خانم بود میشه بسیار تشکر میکنم کنم البته که این سوال سوالات جانبی زیادی داره ولی خب من حق بینندگان عزیز ما سوال رای را کردن اشحاف میشه و وقتی اینا رو نگیریم وقت شما رو رسیدیم به زمان میان برنامه به اتفاق شما و بینندگان عزیزمان سری میزنیم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم اللهم صل على محمد و آل محمد کما صليت و باركت على ابراهيم و آل ابراهیم سلام مجدد از میکنم خدمت شما خوبان با برنامه احکام برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده مهمان لحظات شما عزیزان هستیم خب استاد سوال قبلی که پرسان شد با باعث شما یک دیگه دل مارم نمیگیره این سوال فقط پرسان میگم چون شاید به ذهن عزیزان بیاید که یک چند تا از تفاوت های اصولی بین ازدواج موقت و ازدواج دائم اگر مهربانی کنیم بیان کنیم ممنون شد. بسیار علی. بسم الله الرحمن الرحیم سلام مجددا خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبلش ما البته ای را به کرات گفتیم و در جاهای هم از با سوالش ما رو که ازدواج موقت در عرض و عدل ازدواج دائم نیست یعنی کسی تصور نکنه که ازدواج موقت همو ازدواج دائم است و همو نخیر ازدواج موقت بیشتر حالت به تعبیر امروزی ها کوچه و بازاری ها و اورژانسی است حالت است اورژانسی یعنی کس توانایی ایره که ازدواج دائم داشته باشه تشکیل خانواده میده به هر علتی نداره, نداره. خب راهش چیست گناه و معصیت خو راهش نیست نمیفهم کارهای دیگه ای که در جامعه بعضی مرسوم رایش نیست و ازدواج موقت راهش و گفتیم و باز میگیم که ازدواج موقت عده داره تفاوت‌های تفاوت های البته شباهت خیلی زیاد با هم دیگر داره مم. از جمله شباهت هاش همین که اگر دختر باکر است و بیوه نیست و ازدواج نکرده همچنانی که در ازدواج دائم اجازه پدر شرطه و در نبودن پدر اجازه جد پدری شرطه در ازدواج موقت هم همین رقم است پس و اما تفاوت های عمده تفاوتش است که یکی از اشاره کردیم تقریبا به حالت خیلی کلی ارث بردن و ارث نبردن ما در ازدواج آه. دائم ارث میبرن زن شوهر از هم دیگر ارث میبرن. میبرن اما در ازدواج موقت بس ارث نیست در ازدواج موقت در ازدواج موقعت شرط فرزند. کنه بندی فرزند اگر به بیاد درود بر شما ما گفتیم بین زن و شوهر ارث نیست آه. ولی فرزندی اگر از ازدواج موقت به دنیا بیاید هم از مادر ارث میبره و هم از پدر درود بر شما بسیار جایگاه خوب برای. سال کردن و اما تفاوت دیگه است که در نفقه در در ازدواج دائم زن و نفقه زن. یعنی هم نفقه رو باید پرداخت کنه که اون نفقه عبارت از خرج مسکن و غذا و لباس و داکتر و دیگه و دیگه همه چیزایی که معمولا مردم برای خانم های خودشان انجام میدن این واجب است اما در ازدواج موقت نفقه در کار نیست اونم چیزی که روز اول با همدیگر چی چی میکنن هر قراردادی که کردن هر قراردادی کردن اونم است و تفاوت عمده دیگیش باز اینه که حق همخوابگی نداره در ازدواج موقت در ازدواج دائم وقتی که ازدواج دائم صورت میگیره مرد موظف میشه که از هر چهار شب یک شب باید در کنار خانم خودش باشه یعنی فقط فقط صرف در کنار مهم. خانم خودش باشه که اگر خانمش باز جوانه فرمودن که هر چهار ماه یک مرتبه اون وضعیت هم باید مهم. چی بیایه؟ پیش بیایه همون وضعیت با مو شما ملتفت هستین و بینندگان عزیزم متوجه هستن اما در ازدواج موقعی رقمی نیست که مرد موظف باشه از هر چهار شب یک شب پهلوی خانم خودش باشه نه مثلا اینا در تایم سه ماهگی اگی سه ماه با هم دیگر ازدواج موقت کردن ولی اون ممکنه یک شب پیشش باشه اصلا شب پیشش نباشه امه. پس این تفاوت هایی را داره بس. بسیار تشکر میکنم استاد محترم بیننده عزیز ما به نمبر مثبت 98 930 و 2 2 بله 92 23 سوال کردن که در نماز جمعه بعضی از اوقات دیده میشه که خطبه های نماز زمانش زیادتر از یک ساعت طول میکشه. آیا در این صورت نماز جمعه خواندن کافی است یا نماز ظهر را هم باید بخوانیم؟ این معضل و مشکل در بسیاری از نماز جمعه ها هست. بانه. متاسفانه. یعنی تا کی شروع میشه؟ تایم میگن که نماز جمعه زوال. از زوال یعنی اذان ظهر که داده شد یعنی وقت نماز جمعه شروع میشه. حضرت آیت الله العظم سیستانی میفرماند اگر خطبه ها تا چل دقیقه طول کشید این از اولی دو خطبه؟ که هر دو خطبه, خطبه. هر دو خطبه. ام. از ام اولی که از آن گفته شد و خطیب شروع کرد به خطبه خواندن چل دقیقه طول کشید می این مشکلی نداره یعنی م. بعد از اینکه خطبه تمام شد نماز زور می خ... نماز جمعه خوانده جمع می شود و نماز زهری در کار نیست, نیست. و اما می اگر خطبه از چل دقیقه تا هفتاد و پنج دقیقه طول بکشه مم. بعضی وقتا یک سال طول یک ساعت پنج دقیقه طول میکشه یک ساعت ده دقیقه طول میکشه یک ساعت و پانزده دقیقه طول میکشه که مو هفتاد و پنج دقیقه باشه در اینجا میفرمایند که احتیاط است که هم نماز ظهر خوانده شود اول که نماز جمعه را میخوانیم باشد اول نماز جمعه را بخونه و احتیاطا نماز ظهر را بخونه اما اگر خطبه این قدر طولانی شد که از هفتاد و پنج دقیقه تجاوز کرد هشتاد دقیقه طرف خطبه خوان داغ بود دیگه مسائل روز زیاد بود همه را به تحلیل گرفت شد هشتاد دقیقه دیگه در اینجا میفهمد که نماز جمعه دیگر نیست نماز زور رو باید بخونه شاید بعضی از عزیزان این بر انتظار داشته باشه که که خطبه زیاده شد شاید بشه که نماز عصرم نه <تصف> <براه شاید. تصف> نه بله خب یه دخم که خوب است دیگه با این شرایط پس کسایی که شرکت میکنن قطعا و خطیب نماز جمعه میدانه خطیب باید این را لحاظ کنه و رعایت بله خب هم خدمت شما که سوال بیننده عزیزمان پرسان میکنیم که در هفته گذشته استاد یک سوال پرسان شده بود در باره مواردی بود که غیبت کردن جایز بود بله و حال سوال اینه که اگر شخص غیبت شده راضی به غیبت کردنش باشه که من راضیم اگر شما غیبتی بر ما انجام دادین آیا این کار هم مجوز شرعی غیبت کردن از شخص گفته میشه یعنی جناب حسینی چون سوال دلیق. خیلی مقتلبه میگه با... میگه خودش میگم خودش خودش پیش خودش میگم اصلا در شانشه غیبت نیست امیر خمس حقیقته حقیقت است <تصفح> و چون قضیه خیلی مهم است ما مجبور هستیم این از برخی از چیزاش از روی رساله حضرت آیت الله سیستانی اشاره کنیم خب چاره‌ای نیست حضرت آیت الله سیستانی در رساله جلد دو بله رساله جامعه بارها دادیم فعلا به صورت چهار جلد در جلد دو در اون قسمتی که حضرت آیت الله سیستانی برخی از گناهان مشماره حدود پنجا و خورده ای گناه را مشماره میرسه به غیبت اول غیبت یک معنای میکنه خب بد نیست بگوییم بله بله و بینندگان عزیز با توجه باشه. میگه غیبت اوست که شما عیب پنهانی یک نفر مسلمان شیعه دوازده امامی را پشت سرش چه به قصد اهانت و چی نه و غیر قصد اهانت و توحید همین رقمی با کسایی که از این قضیه اطلاع نداره در میان بگذاری که اگر باز به قصد اهانت و توهین باشه این گناه چند چن میشه دوبله میشه پس بنابراین در همونجا حضرت آیت الله سیستانی سوال عزیب بنده خدا را و شما بندگان خدایی که ممکنی سال براتون خلق شده باشه جواب میده در مسئله 460 پس جلد دو توضیح امه. المسائل مسائل جامع جلد دو س... مسئله 460, 460. میگه راضی بودن شخصی که از او غیبت میشود باعث مجاز شدن غیبت وی نمیگردد بعد بنابراین اگر شخص غیبت کند در هنگام غیبت بداند که شخص غیبت شونده از این که عیب پنهانی او را به دیگری گفته شود رضایت دارد و ناراحت نمی شود باز هم گفتن عیب پنهانی او حرام است بعد در همینجا خدمت تناز کنم که مسائل دیگه هم هست که میگه ای غیبت کردن فرق نمی کنه. انسان بگویه نوشته کنه حتی چیکار کنه با اشاره, نام. کردن با گوشه چشم تمام از اینا میتونه غیبت چی شوه صدق کنه و سوال دیگه هم که شما فرمودین که آیا موارد جواز غیبت ما هفته گذشته یک مورد دو مورد شو اونجا چیکار کردیم ذکر کردیم ولی به خاطر اهمیت از این موضوع باز دوباره حضرت آیت الله العظما سیستانی در مسئله 465 هفت مورد از موارد جواز غیبت را فرمودند مورد اول میگه کسی که آشکارا گناه میکنه و اهل توبه و معصیت هم نیست, نیست. فقط اونمو گناهش میتونی شما چکار کنی بگی برای مردم دیگه اما عیبای پنهانی دیگه چه نمیشه, نمیشه برای نمیشه. مردم گفت دوم کسی مورد ستم قرار گرفته مثلا میگه رسولی مال مرا خورده رسولی مرا زده یک کار دیگه کرده شما از رسولی در اینمی کار رسولی میتونی پیش مردم غیبت کنی با کدام انگیزه به انگیزه ای که بتانی با این کار خودت حق از رسولی چکار کار کنی بگیری به خاطر اما... گپ مردم اون نفر آه. یا مثلا کسی کمکت شود بیای مثلا ولی چیزهای دیگه رو بند... بنده خدا رو شما نمیتونید چند تا دیگه هم دسترش چ... چند تا یکی به قبلا گفتیم در مشورت و ازدواج که اون هفته گذشته گفتیم یک نفر میاد با ما مشورت میکنه و شخص عیب داره ایراد داره دو زست باید مثلا دیگه دیگه باید, میتونی بگویی بحث بعدی دیگه است که انسان قصدش از غیبت ای باشه که شخص وقتی غیبتی خود میشنوه از او گناه و معصیت پایش بکشه دیگه او گناه و معصیت انجام نده یعنی دیگه هیچ راهی نمانده امر معروف شده نهی از منکر شده باز او همون گناه خودش چی میکنه انجام میده خب شما او گناه از میتونی پیش مردمی طرف طرف بگویی تو اگر در گوشش و از ترس پای خودش جمع کنه و دیگه ای گناه و انجام نده نکته دیگه غیبت فرد جایزه که اگر شما غیبتش نکنی ممکنه به اصل دین ضربه بخوره مثلا عشان. او یک نفر است که در حال اغفال کردن جواناست مم. افکار سمیره به جوان ها چی میکنه تزریق میکنه افکار منحرفه به جوان ها تزریق میکنه جایز انسان بگی فلانی این رقم انسان است آبشخور فکری و اندیشه از کجا هست پس برای شما حواست باشه نکته دیگم هم است که در دادگاه وقتی که شما یک نفر را به عنوان شاهد میاره میگه این شهادت فورا شما میگه آقای قاضی این آقای شما به ضرر شما آورده که شهود شهادت بده شما میگه آقای شاهد آقای قاضی مگر نگفتند که باید شاهد چی باشه عادل باشه این عادل نیست مگه چیکار کرده مثلا دیگه شما گناهایی را که انجام داده یکی یکی میتونی نام ببری که به عدالت از ای چی بخوره لطمه وارد شوه که شهادتش از بین بره این کارم صورت میگیرم و مورد آخر میگن جایی که شما غیبت طرف را میکنی که جان از رو نجات بده مثلا یک دی دنبال یک بنده خدای بسیار آدم خوب است مله یا آدم بسیار خوب است شما میگی نه بابا خود مارباز باز است کجای خراب است دیگر است <تصفح> که ایره از چشم دشمن بندازی تا جانش حفظ جانش هرسه. بسیار رو تشکر و چقدر بخش موضوع بخش جالبیه کلمه کوچک غیبت قطعا سوالات زیادی هم پیش میاره خب بازم رسیدیم به زمان میان برنامه و به اتفاق شما بینندگان محترم میبینیم میان برنامه و بعد از میان برنامه انشاءالله باز هم در خدمت شما خوبان خواهیم بود با قسمت پایانی برنامه امشب همراه ما باشید سلام مجدد از میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی با قسمت نهایی برنامه امشب برنامه به وقت بیداری در خدمت شما از آن هستیم سال یک قسمت از سوال فکر میکنم و بینندگانی که یکم با دقت زیادتری مطالب پیگیری میکنن شاید به این سوال رسیدن شما در تعریف غیبت فرمودین که عیب پنهانی اگر گفته شود حالا چی او شخص راضی باشه چی نباشه که مسئله شفر فرمودین این سوال به ذهن من آمد که اگر عیب پنهانی گفته نشه شاید یک خوبی پنهانی ولی او شخص راضی نباشه و دوست نده میگه ریا نشه ولی خب راضی هم این هم در جوریه غیبت حساب نشه از نظر اخلاقی که اگر او شخص راضی نباشه که ما خوبیش را بگوییم به طرف طرف مثل نقل و نباد دارید در مجالس تعریف کنیم و محافل خوب از نظر اخلاقی بله از نظر اخلاقی خوب نیست کار که ما او طرف راضی نیه خوبیش بگوییم اما ما خوبی از رو جار میزنیم به طرف طرف این جایز نیست ولی از نظر فقهی 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 و حقوقی مثلا فقهی نه یعنی احکام این غیبت حساب نمیشه غیبت نمیشه. غیبت کجاست او جایی که شما عیب, عیب پنهانی طرف را بگویی و تازه این دیگر اضافه کنیم دیگه چون بس عیب پنهانی اگر طرف یک عیب آشکار, آشکار, داشته باشه ده. که همه او را با او عیب آشکارش میشناسن مثلا میگه او قد بلنده یا مثلا قد کوتاه یا چاقه یا لاغر یا کسی دیگه حرام نیست از باب غیبت مون اگر از باب دیگه باز حرام باب باشه باشه از باب تمسخر اگر باشه که او بنده خدا ناراحت شوه از او باب حرامه و اگر نه از او باب که بهش بگی قد بلند قد, قد دراز یا چاق یا لاغر ناراحت نشوه از باب اذیت و آزار هیچ مشکل خاصی نداره بسیار و چقدر خوبه که این نکات بسیار ریز اینا اگر عملی شوه هم از باب اخلاقی هم از باب فقهی خیلی از این زندگی ها شیرین میشه <applause> مصبت 98 915 22 52 سوال چانیست که زن و مردی در اثر مشکلات از هم جدا شدن متاسفانه و یک کودکی یک و نیم ساله و یک طفله هفت ساله دارن سرپرستی بچه ها به که میشه خدمتان رز کنم این قضیه را میگن حضانت و سرپرستی خب قبلش ما باز لازم نیست روزه بخوانیم در باره مم. طلاق که خب بسیار کاره ناپسند نیست ولی برخی از اوقات دیگه مثل جراحی است راه که چاره ای نیست بله میفرمایند که اولاد و کودک فرق نمی کنه دختر باشه یا پسر باشه تا دو سالگی خدمت ناز کنم که مشترکن یعنی حضانتش به عهده پدر و مادر است مشترکن به عهده پدر و مادر است بعد از دو سالگی دیگه تا زمانی که به سن بلوغ نرسیده و به حساب رشد کامل نرسیده به عهده پدر است سرپرستی به پدر است اما اگر فرق نمیکنه باز دختر باشه یا پسر باشه باز در اینجا میفرمایند اما چه بهتر است اینه که تا سالگی فرزند از مادرش جدا نکنه چون شما متوجه هستید و بینندگان عزیز متوجه چون انسان ها نسبت به مادر خیلی یک حالت نزدیکی داره و خیلی مورد لطف و مرحمت مادر لذا گفتن که از مادرش جدا نکنند پس بنابراین در این فرض مثال که این از هم دیگر جدا شدن او یک کنیم ساله مشترکن باید هر دو سرپرستی از رو چی بتن؟ انجام بتن <تصفح> یعنی کاری باشه که هر دو داری شریک باشن حالا نوبتی است چی رقم است دوشید که خودشان مشکلشان میدنن و ایتولی نباشه که یکی او را از دیگری چی کنه؟ جدا کنه یعنی شوهر حق نداره از مادرش جدا کنه و مادرم حق نداره او را از پدرش جدا کنه بالاخره یک جوری باید سرپرستی به هزار نشه برای عهده بگیرن اما او هفت ساله خب او سرپرستی به عهده چیه پدر است اگرچه همورم خوب است که با مادرش باشه از مادرش جدا نکنه خب <متحد> وقتی که شخصی که کودک طفل هفت ساله تا زمانی که به سن بلوغ میرسه باید در کنار مادر باشه یا نه ای 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 نه نه, نه نه اصلا گفتیم سرپرستیش با او... بعد از دو سال سرپرستی طفل از نظر شرعی و قانونی و فقی به عهده پدر است <متحد> اگر چه باز گفتن خوبه که پدر اول از مادرش جدا نکنه میتونه کنار مادرش همونجوری زندگی درست کنه و سرپرستیش به بگیره و میتونه جاهای دیگر ام. اما نکته دیگه یکی که در همین فرض که دو ساله بله. و طلاق گرفتن از هم ولی یک کودک یک کنیم ساله داره و مادر ازدواج کرد با یک شخص دیگه و محضی که مادر ازدواج کنه از شخص دیگه دیگه حق حضانتی را که داشته از بین می رود ولو بعد از که با او خانم با یک آقای دیگر ازدواج کرد یک مثلا مای کمتر و بیشتر مان باز دوباره از او طلاق گرفت دیگه او حق حضانتش بر نمی باید. باید متوجه از قضایه باشند و مخصوصا باید متوجه کودک های خودشان باشن که در این بین کلا درست ما دو نفر با هم دیگر مشکلات گرفتاری داریم برای او چیزی که کودک نباید در این زمینه آسیب ببینه و اگر ای ای حق هزانت خواهد به این رفته نفرم ازدواج کرده ولی پدر حاضر نیستش که از بچه ها مراقبت کنه که بله میتونه. اگر پدری از بچه ها مراقبت نکرد و بچه ها را رها کرد خب مادر اولویت داره که اگر باز مادرم نبود و دفت دنبال کار خودش باز حق اولویت به پدر پدر بزرگ میرسه اما کسای دیگه حق اولویت و حق حضانت ندارن اه. بله. الله که به حالی مسائل کمتر پیش بیایه والدین عزیز قبل از اینکه این تصمیم بگیرن بیشتر به فکر طفل باشن مثبت 93 78 61 92 بیننده عزیز ما سوال کردن که شخصی بعد از غسل عادت ماهوار وضو نگرفته برای نماز خواندن یا وضو گرفتن برای نماز نیاز است یا نه ها نسبت به که بعد از غسل ها آیا وضو واجب است یا وضو واجب نیست در غسل جنابت همه فقهای از این شن کسی که غسل جنابت انجام میده اصلا وضوع نباید وضو بگیره با هنومو باید چی بخونه؟ وضو گرفتن خونه. اونجا مشکل, وزو وزو گرفتن مشکل داره گرفتن اما نسبت به بقیه غسل ها بیشتر فقها میفرمایند که هر غسلی را که انسان انجام بدهد غیر از غسل جنابت باید برای نماز چی بگیره؟ وضو بگیره از جمله همین غسل عادت ماهوار ولی حضرت آیت الله لازم سیستانی و برخی از فقهای های بزرگوار شیعه میفرمایند که غسل چه واجب باشه و چه غسل مستحبی که مستحب بودنش چی شده باشه ثابت شده باشه شده. از وضوع کفایت میکنه هم. بنابراین در فرض مثال که خانم غسل عادت ماهیانه انجام داده و بعدش هم وضوع نگرفته حالا میخواید در نماز استاد وضو گرفتن لازمه <applause> طبق نظر حضرت الله چون استحبانی بله طبق نظر حضرت چون قصد انجام داده طبق نظر حضرت الله سیستانی وضو لازم نداره مم. بله بسیار بلی و فکر میکنم با زمانی که ما داریم یک سوال دیگر میتونیم از محضرتان پرسان کنیم تخیلست. مصبت 98 935 70 99 بیننده عزیز ما سوال کردن که شطرنج بازی کردن بدون شرایط و بدون برد و با آیا جایز است یا نه یا بازی های دیگر که مثل پاسور و ورق و دوش دوش؟ حضرت آیت الله لازم در زمینه بازم ایره در همون قسمت که گناه ها در جلد دوم بله قبل بله. از غیبت میتونه این را رو بزرگ کنن چکار کنن؟ ملاحظه کنن حضرت آیت لازم میفرماید که دو چیز یکی شطرنج و یکی تخته نرد <applause> ما تختی نرد ما به بوده یعنی چیزی بوده که در ایران باستان مرسوم بوده و فعلا هم باشه پس دو چیز یکی شطرنج یکی تخته نرد چه انسان با شرط بندی باشه چه بدون شرط بندی هم باشه باشه بازی کردن با این دو حرامه اما بقیه ابزارها از جمله می پاسور از جمله همی ورق اینا اگر با شرط بندی باشه حرامه اگر بدون شرط بندی باشه اینا مشکلی نداره بله, بله. خیلی مسابقاتی که در جای جای دنیا انجام میشه با شطرنج مسابقات کشوری و جهانی اساس لحاظ در اصلا. یک زمان یک بره از زمان در جمهوری اسلامی ایران جاهای دیگه یک فتوای صادر شد که گفتن شطرنج از ابزار قمار بودن خارج شده و به عنوان یک ورزش فکری هست مم. لذا او کسایی که اونا اونجا و اشتراک میکنن از برخی از مراجع دیگه مقلد اونا هستند. ولی حضرت آیت الله الله سیستانی همچنان مصر که شطرنج هنوز از ابزار و آلت قمار خارج, نشده است بله. بسیار عالی تشکر میکنم مسئله محترم, محترم. بسیار مطالب ارزنده ای بود مثل همه جلسات خوش می کنم سلامت و همچنین همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودین مهربانی کردین سوالاتتون رو رایی کردین ان شاء الله که بازم توفیق باشه تا در هفته ها و برنامه های آینده در خدمت شما عزیزان و در محضر سرور عزیزان باشیم ای گل انتظار یا مهدی تازه تر از بهار یا مهدی جمعه های ما چقدر طولانی است بی تو با انتظار یا مهدی کاش میشد شود همین جمعه جمعه وصل یار یا مهدی اللهم عجل ولی کل الفرج تا دیدار بعدی همه شما از آن را به خداوند مهربان می سپاریم خدایا رو نگه <applause>